با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره، همه خوابیدن، شهر در خوابه، گروه مافیا بیدار شه. گروه مافیا با هم آشنا بشن، گادفادر لایک نشون بده. بسیار خوب، همه دیدن، بچه هایی هم که تو یوتیوب هستن دارن لایک بازی رو میبینن دیدن. سمپاش هم یه لایک نشون بده. مافیا بخوابن، کاراگاه بیدار شه. بله کاراگاه دیدیم، کاراگاه بخوابه، پزشک بیدار شه. پزشک بخوابه و تکدیر انداز شهرمون بیدار شه. تکدیر انداز، چشم امید شهر به تیر توه، مراقب تیرت باش. تکدیر انداز بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. بسیار خوب، همه بیدار شدن. یک دور صحبت میکنیم، 30 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. کسی چالش میخواد؟ خب انگار کسی که چالش نمیخواد. والا نمیدونم چی بگم، هنوز بازی نچرخیده، هیچ کس صحبت نکرده که بدونم مثلا کسی چیزه، مثلا تکتیر انداز پزشک شهرونده. ولی همونطور که گفتم به خاطر اینکه بازی به چرخه، روی شماره 2-3 تارگت میتونیم که بازی به چرخه. حالا متشکرم، شماره 2 بفرمایید. من همین شروع بازی بگم، های محمد رضا شماره 8، شما تو روز معارفه 100% وقتی زن میزنی و یا یه شهروند ناآگاهی که داری بازی رو خراب میکنی یا یه مافیای سری. اگه شهروندی ازت خواهش میکنم بعد بازی نکن. متشکرم. شماره 2 امیرعلی بفرمایید. خیلی خوب، کت را تا اینجای کار تو بیشتر از همه برای من مافیایی. من شب خوابیدم بهراد رو دیدم دیگه، یارم بود از بهرادم میگشم کنم بعدی. ولی ببخشید، چکام رو محمد رضا مهدی هست بعدی. خیلی خوب مرکم جان، تو خیلی جالبی. خب شب بیدار شدیم ولی مار نهیدم، جالب بود چون چه جمعه دید، این خیلی زیباست. خب این کنسار واسه ما نهید. نها کنم الان رش تن دوم رش بود کسرا به کسرا تن دوم، شما باید یه حرفی میذاری شده هر تو دو زندن میذاری که برای اینکه بازی بچرخ، نباید میگفتیم اینجا بازی بچرخ کنیم. بعد نگاه آرش، برای چی تو ناراحت شد تارگیه تعمیر رضا؟ احساس ناراحتی به دست بگم کنم با کنشت سنگیم تارگیه تعمیر تعمیر شد. متشکرم. نفر بعد. منم یک کمی تعجب کردم که آقا آرش چرا خیلی سریع به آقای شماره 8 ریاکشن نشون داد. حالا یه زنی هم زده، نباید خیلی جدی میگرفتی، بلند میشدی براش توضیح میدادی. و من کسرا روز اول وقتی که بلند شدی شروع کردی صحبت کردن، گفتم دوست داشتم قوی تر شروع بکنی، ولی گفتیم حالا اشکال نداره، دست اول میخواستی بازی به چرخه. اما بعد از اون 7 نفر بعد از تو صحبت کردن، انتظار داشتم که حداقل برای دور دوم وقتی بلند میشی یه حرفی برای گفتن داشته باشی. اگر شهری درست بازی کن، در غیر این صورت مافیای صد میشی یا شهروندی هستی که به درد شهر نمیخوری. نفر بعد. کسی چالش میخواد؟ من شماره 8 ابتدا چالش میشم، چالش میدم. آقا برا تصویرت هم نیست. آره آقا برا کلن بازیکنها تصویرشون باید باشه. تصویرم دنبال یه چیزی میگردم سری برگرد به بازی. بفهم آقا آرش.
من چالش دادم با آقا محمد رضا. اول بفرمایید. خب خسته نباشید. ببین من الان دندقه میگم از شما پنج. ببین شو شهره. من وقتی بهش تارگت میزنم دو تا تارگت میخوره از سه نفر. خب الان ایشون شهره، شماره یکم ایزن شهره، شماره هفت الان میتونه منفی باشه که اون کنار نشسته کاری هم نمی کن. من ایشون رو مشکوک میدونم و منفی میدونم. جمله آخر. بله متشکرم، بفهم. ببینید دلیل اینی که من با آقای محمد رضا ناراحت شدم چون نمیخواستم شهر از دست بره، چون 100% زن زده. ولی کیا آمدن پشتش؟ آقا بهراد و خانم لیلی. ما اینا رو باید حواسمون بهشون باشه. آقای شهر، خانم های شهر، این دو نفر رو فعلا حواستون باشه، ولی 100% نمیگم. متشکرم. نفر بعد شماره 6 خانم آیدا، بفرمایید. خب الان شماره 5 و شماره آقا محمد رضا بودن فکر کنم، از اول شروع کردن دارن همدیگر میزنن به قطع مافیا، چون که دارن الان افکار شهر رو به هم میریزن که مثلا ما شهریم و داریم از مافیا دوری میکنیم، ولی به قطع شما دوتا مافیاییم، چون که میخواستیم فقط افکار شهر رو به هم بریزید که مثلا اگر شهرین خوب بازی کنیم و پشت شهرین، ولی شما به قطع مافیاییم. بله متشکرم. نفر بعد اگر کسی چالش میخواد شماره 5 بفرما. آرش ببین خانم آیدا، باز به شما هم من همین رو تکرار میکنم، اگر شهر هستی دقت بکن توی بازی، ببین کی پشت دست کی داره بازی میکنه، شهر رو خراب نکن. متشکرم که چالش میدید. از بقیه بچه هم خواهش میکنم یادشون باشه که چالش تعارف بکنن، مگر اینکه دلیل قوی داشته باشن که نخون چالش بدن. من اینو میگم چون بعضی وقتا فراموش میشه. بفرمید. درسته. خب اولا که من بگم نسبت به بازی پیش که حالا اگر ندیدید میتونید ببینید هستش، نسبت به اون بازی برداشتی که من داشتم از افرادی که توی اون بازی هم بودن با توجه به لحن صحبتشون، خانم لیلی خانم شماره 4 من حدس میزنم که مافیا باشن، چون سری پیشم که تو همون بازی مافیا بودن همین فروپاشی رو داشتن، همین طرز صحبت رو داشتن، بعید نمیدونم واقعا. همین که خانم شماره 6 خانم آیدا هم به خاطر اینکه قطعیت اومد داد، من نمیدونم الان احتمال داره که ایشون هم یکی از مافیاهای بازی ما باشن. نفر بعد، نفر آخر آقا محمد. دوستان چالش، کسی چالش نمیخواد، من چون الان نمیتونم ببینم، اگه کسی میخواد بگید. بذارید من بهتون میگم، کسی چالش میخواد کسی دستش بالا نیست ظاهر. خودتون بفرمایید. من صحبت کنم. خانم شماره 6، من روز اول روز معارفه آقا گردن گرفتم، گفتم منفی. خب پس من ندیدمش که بخوام صحبت کنم. بعد اینکه شماره 7 رو هنوزم دارم، هنوز هیچ حرفی وارد نکرده، یه نوار خالی ازم پر کرده و خبر بعدم اینه که شهر فقط یه دونه معارضه داره. ولی خب خبر خوب اینه که یه دونه معارضه داره، بازی واسهتون در میاره. بره. متشکرم، قشنگ بود. شروع میکنیم از کسرا شماره 1. کیا به کسرا رأی میدن؟ 1001، 1002، 1003. دستا بالا باشه. بله، 2 رأی. لیلی و بهراد بهش رأی دادن. رأی گیری میکنیم برای امیرعلی شماره 2. 1001، 1002، 1003. کسی رأی نمیده با 0 رأی. رأی گیری میکنیم برای بهراد شماره 3. 1001، 1002، 1003. فریز باشید. 3 رأی. کسرا رأی داد، مهدی فایر و آرش. رأی گیری میکنیم برای خانم لیلی شماره 4. 1001، 1002، 1003. فریز باشید. 1 رأی مهدی فایر. رأی گیری میکنیم برای آقای آرش شماره 5. 1001، 1002، 1003. شماره 4 رو جا انداختم؟
شماره 4 خانم لیلی بود رأی گرفتیم. شماره 5 خودتونید. الان می‌خوایم برای آقای آرش شماره 5 رأی گیری بکنیم. 1001، 1002، 1003، 1 رأی، بهراد بهش رأی داد. برای خانم آیدا رأی گیری می‌کنیم. 1001، 1002، 1003، فریز باشید. 4 رأی خانم لیلی، امیرعلی، مهدی فایر و محمد رضا به خانم آیدا رأی دادن. دفاع میکنید از خودتون. رأی گیری میکنیم برای مهدی فایر شماره 7. 1001، 1002، 1003، 1 رأی خانم لیلی. و رأی گیری میکنیم برای محمد رضا شماره 8. 1001، 1002، 1003، 0 رأی. اجازه بدید من تو نرم افزار ثبت بکنم. آقا ببخشید من صدام باز کردم. دو مورد خانم آیدا رأی دادن، حالا خیلی هم مهم نبود چون کمتر از حد مجاز بود و رأیشون نشد. خانم آیدا خاطرتون هست به کیا رأی دادید که من ثبتش بکنم؟ آرش رأی دادم، یه دونم به محمد رضا رأی دادم. شماره 5 و 8. خب خانم آیدا از خودشون دفاع میکنه. خانم آیدا بفرمایید، 1 دقیقه وقت دارید. عرض کردم که من اگر مافیا بودم هیچ وقت همون اول به 2 نفر با عنوان مافیا تارگت نمی زدم. و اگر که من از بازی حذف بشم شهر یک شهروند از دست میده و ضعیف میشه. به نظر من دارید هنوز اول بازیه و من فقط به عنوان تارگتم 2 نفر رو مشخص کردم. اینکه شما دارید رسما منو به عنوان مافیا از بازی خارج میکنین فکر نکنم کار درست. متشکرم. رأی گیری مجدد میکنیم برای خانم آیدا. این رأی خروجه، دقت کنید. میشمرم 1001، 1002، 1003. کسایی که به خانم آیدا رأی میدن فریز باشه. بسیار عالی خانم آیدا، قانع شدم. شما توی شهر میمونید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا بیدار شه. رئیس مافیا. دیدم رئیس مافیا بخوابه، سمپاش بیدار شه. سمپاش سمپاشی میکنی یا نه؟ کاراگاه بیدار شه. کاراگاه استلامی یه نفر از من بگیر. کاراگاه بخوابه. تکتیر انداز بیدار شه. تکتیر انداز میخوای شلیک بکنی؟ تکتیر انداز بخوابه. پزشک بیدار شه. پزشک امشب 2 حق انتخاب داری. انتخاب اولت انتخاب دومت پزشک بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خوش اومدید به روز دوم شهر. در شب گذشته با هیچ کس خدافظی نمی کنیم. صحبت می کنیم از شماره 8 که داره تلاش میکنه به ما برگرده. از شماره 7 صحبت می کنیم رو به پایین. بله، اگر کسی چالش میخواد. چالش. خب صحبت بکن. هنوزم میگم اتفاق زیاد خاصی نیفتاده. راجب خانم شماره 6 که اون رأی رو دادیم باید در نظر بگیریم توی قسمت قبلی هم همچین استراتژیایی داشتیم که ما میگفتیم آقا اینا به قطع مافیان ولی نبودن. نمیدونم، شاید اینو میتونیم از این جنبه بذاریم که دارن از استراتژی استفاده میکنن، شاید هم بلد نبودن و گفتن احتمال داره که هنوز مافیا باشن. ولی با اون چیدمانی از صحبت که من بین خانم 4 دیدم، یعنی از خانم 4 دیدم، احتمال مافیا بودن ایشون رو میدم.
ولی خب خانم شماره 6 رو هنوز نمیدونم که آیا این از بلد بودنشون و استراتژی بود یا اینکه نه صرفا نمیدونستن این صحبت رو کردن. قاعدتا شکم به همه سال خانم شما 4 بیشتر. متشکرم. آقا محمد رضا شما بفرمایید، از آخر شروع کردیم رو به اول، شما نبودید، بفرمایید. چیز فقط من کشتش هم رو نمیدونم کی بوده، اصخایی میکنم. بله کسی کشته نشد با توجه به اینی هم که تو رای گیری کسی بیرون نرفت، کلن من اعلام نکردم استلام وضعیت، چون قاعدتا کسی استلام وضعیت بفرم. شماره 6 ببین شهرونده چرا باید 4 تا رای میوم؟ بعد اصلا جدا از دفاعی که کرد من دوباره به شهر نمیدادم. ببین الان بهراد مافیا هست، خب بهراد کاملا مافیا است، اصلا معلوم نیست چه موجی ایجاد میکنه. بعد شماره 7 شهرونده هنوزم تارگتش مونده و شماره 1 من هنوز هیچ داده ای ازش تو بازی ندارم. مرسی. متشکرم. شماره 6 خانم آیدا صحبت بفرمید. کسی چالش میخواد؟ خانم لیلی چالش بفرمایید. خانم لیلی بفرمایید. چالش رو از خودت گرفتم. آیدا جان، چون میخواستم بگم که چرا بهت رأی دادم، به خاطر اینکه روز اول اومدی به امیرعلی و بهراد رأی دادی، یعنی دور معارفه، ولی بعدش روز دوم روی تارگت های روز اولت نموندی و استناد کردی به اینکه چون دو نفر دارن با همدیگه مجادله میکنن میتونه زرگری باشه. بعد یه مقدار از این حالت خوشم نیومد، چون یکم احساس کردم ممکنه حالت اینکه بخوای به اصطلاح میگن کره، به اصطلاح کرگیری باشه اینا، ولی چون دفاع کردی فعلا ازت عقب گرفتم. متشکرم. خانم آیده بفرمایید. اولا اینکه توی شب معارفه که من دوتا تارگت زدم فقط منباب فرض بود، ولی بعدش زمانی که دوتا شماره 5 و 7 دلیل قانع کننده به من داد که من بتونم یه تارگت محکم برای اونا داشته باشم، ولی من توی شب معارفه فقط تارگت فرضی زدم، نسبت چون من شناختی نسبت بهشون نداشتم خانم لیلی. و اینکه در مورد مافیا من فعلا نظری ندارم، شماره 5 و شماره 8 که هنوزم تارگتم روشون هست، هنوز من نظرم همینه که همین دو شماره. متشکرم. شماره 5 بفرمایید. والا خورده تصمیم گیری سخت، اولا که چالش نمیخواد، چالش شماره 8 بفرمید. خب ببینید من شماره 4 ببینید شماره 6 چه دفاعی کرد که شما بهش رای ندادید؟ بعد خانم شماره 6 اگه من مافیا باشم با همون شماره 5 دوباره به این شهروند میتونم گول بزنم که شر شما تو دفاعی با 0 رای دفاعیتون تموم شده، دفاع دومتون. پس این فاکتور رو من نمیشینه. خانم شماره 4 من منتظرم که شما بگید که این چه دفاعی از خانم 6 بود که شما بهش رای ندادید. مرسی. آره آرش بفهمید. متاسفانه نمیتونم من لیلی خانمتون چالش بدم. از یک هیچ داده ای نداریم متاسفانه. بچه ها خواهش میکنم صحبت بکنن. آقا بهراد سکوتش سؤاله برای من و مبهمه. من نمیدونم فعلا 100% روش نیستم. هم متشکرم. شماره 4 بفهمید. الان میخوام فقط در مورد مهدی فایر صحبت بکنم، شماره 7. آقای مهدی فایر، شما که در مورد آیدا نظری نداشتی برای چی بهش رای دادی؟ بعد چرا همش استناد میکنی به بازی که حالا یکی دو روز گذشته یا اون اکتایی که به بازی بوده؟ الان تو این بازی چی داری؟ الان چی داری که به شهر کمک بکنی؟ نه بچه ها، به نظر من مهدی فایر میتونه مافیای این بازی باشه و امیدوارم که بتونه از خودش یه چیزی نشون بده، ولی من به شدت بهش شک دارم. بله شماره 3 بفرمید. چالش هم یادتون باشه تعارف کنید بفرمید. دوستان چالش دست کی بود؟ دست مهدی فایر. پر دست مهدی فایر. کسرا هم بالا بود ولی دادی مهدی فایر. مهدی فایر بفرمایید.
درسته. خانم شماره 4، خانم لیلی، شما که میگین بازی‌ها رو نیاییم با هم ترکیب بکنیم، من با بازی قبلی کاری ندارم، من اونم کنار گذاشتم، گفتم نسبت به شیوه بازی که داره اتفاق میفته، رفتاری که نسبت به سری پیش که شما مافیا بودی از شما گرفتم الان هم همونه، ولی اگر دقت بکنی آقای شماره 3 آقای بهراد که اونقدر تو چالش بوده، اون همه میومد تارگت میزد، اون همه کارهای مختلف میکرد، داشت برای ما سری بیشترش میکرد که مافیا رو بکشه، الان ساکت، همینم خودش برای مافیا بودن باشه. شما روند بازیتون دقیقا شبیه سری پیش که مافیا بودن میشه. بله آقای بهراد بفرمایید. اول جواب مطفعه بودم، نها کن تو هر بازی فرق کن، تو هر بازی آدم یه دادهی داره که بعد اون داداش فکر میاره، من داده از بازی دریافت نکردم، یکی سکوت بازی کم باله، ولی بخوام از اون تشنجوی بازی بگیریم، بعد از بازی چی میگه؟ میگه مهراد موج انداخت. من چه موج انداختم؟ من به آرش بازی میزنم رای نمیاره، چی میشه اینجا؟ برنه لیلی خانوم و آیده خانوم که دارم با هم دیگه میزنن، نکنین به نظرم لیلی خانوم حالت مافیایی بازی نمیکنه، هی داره میگرده به اون در میزنه، حدیفوه میگه لیلی میگه که یک مافیا پیدا کن، بازی شهروندی لیلی خانوم برمانه ملیفایی میخواد گذشته رو چیز بکنه بیار جلو، الان خواهیم گذشته رو بیاره، خواهیم لیلی بازیش اینجوری بود میگه دست خواهد، الان قشنگ داره میگرده، درست بکنم خواهیم لیلی میتونه مصبل بازی بود. نکنین من محمد رضای بازی رو مافیا میدونم، کسر بازی که بهش میزنم مافیا میدونم، آقای آرش که بهش میزنم بالا نمیاد. متشکرم. شماره 2 آقای امیر بفرم. کسی چالش نمیخواد کس را صحبت کنه. آقای بهراد و لیلی خانم، بهراد جان شو که از لیلی خانم دفاع میکنی، یه جوری تو صحبت میکنی که انگار خودت مافیایی، پس بغل دستیات هم میدونی کیا مافیا هن. به نظر من بهراد و لیلی مافیا هن. این دوتا یه نوع مافیا هن. متشکرم. آیا امیرعلی صحبت بفهم؟ خیلی خوب، اول به بهراد. بهراد به محمد رضا نزن، بازی محمد رضا داره که بهش احتیاج داره، این یک. دو این که کسرا الان چی شد؟ کسرا الان کجای بازیه؟ چه داده وارد بازی کرده؟ کسرا صد مافیای منه، هر کی با هم بازی میکنه من بهش رنگ میدم میره بیرون. بعدی مشکرم. آقای کسرا بفرمایید، چالش یادتون نره. کسی چالش میخواد؟ مهدی فایر بگو. مرسی. آقا الان آقای بهراد که میان میگن که خانم لیلی دقیقا داره میگرده پیدا کنه، انقدر صف پشتش وایساده، ما میتونیم اینو حدس بزنیم که ایشون هم آقا بخواد مافیا باشه، چون الان ما دو تا مافیا داریم، این بخواد اگه اینو از دست بده بازی واسش خطرناک میشه که انقدر پشت خانم لیلیه، ما داریم همون رفتار رو توی بازی میبینیم، باید بالاخره با هم تطابق داشته باشه. این که میگی استراتژی فرق میکنه درست، ولی اینکه انقدر صف بخوای پشت یکیو بگیری اگر واقعا نگیری عجیبه به نظر من، پس احتمال مافیا بودن شما رو من از الان دارم پیدا میکنم. متشکرم. خدا آقای کسرا به عنوان آخرین نفر صحبت بفرمایید. با اجازه، به نظر من این دو فردی که گفتم، من یه خورده صحبت کردم که ببینم کیا چی میگن، کیا مثلا دارن حرف میزنن، به نظر من بهراد و لیلی خانم چی مافیان. چرا؟ چون اگر لیلی بره بیرون بهراد تنها میمونه، پس مافیا میوازه، این به نظر من اینه. بسیار عالی، صحبت ها رو شنیدیم، میریم برای دور اول رای گیری. رای گیری میکنیم از شماره 1 به بالا، رای گیری میکنیم برای کسرا 1001 1002 1003. لطفا فریز باشید. 4 نفر خانم لیلی بودن، بهراد بود، امیرعلی بود و نفر چهارم کی بود؟ دستشو دوباره بیاره بالا. من محمد رضا بود. کسرا 4 رای. رای گیری میکنیم برای لحظه اجازه بدید یه نفر میمده تو ویکینگ روم من بذارم بیاد. علیرضا از بازیای بعد میخواد با امون بازی کنه، من با امون تماشاچی اضافهش میکنم. رای گیری میکنیم برای امیرعلی.
1001، 1002، 1003 فریز باشید. دو رای. رای گیری میکنیم برای بهراد. 1002، 1003 فریز باشید. 4 رای. رای گیری میکنیم برای لیلی. 1001، 1002، 1003 صفر رای. رای گیری میکنیم برای آرش. 1001، 1002، 1003 فریز باشید. 2 رای بهراد و خانم آیدا پذیرفت. میریم واسه رای گیری خانم آیدا. 1001، 1002، 1003 دستا فریز باشه اگه کسی میخواد رای بده. صفر رای. میریم رای گیری واسه مهدی فایر. 1001، 1002، 1003 فریز باشید لطفاً. 3 رای. و میریم برای محمد رضا. 1001، 1002، 1003 فریز باشید. 1 رای بهراد. کسرا، بهراد و مهدی فایر از خودشون دفاع میکنیم. شروع میکنیم از کسرا. 1 دقیقه فرصت، بفرمایید. با اجازه میگم من چرا باید به این دو نفر تارگت بزنم؟ چرا؟ چون من بهراد رو مطمئن بودم ولی لیله خانم رو شک داشتم. خب وقتی که من به بهراد تارگت زدم، از اونجایی که امیر علی میتونست دوست بهراد باشه، میکن داره میخنده، خود مافیا خودش رو لو داد، میتونست دوست بهراد باشه، اومد خودش رو لو داد. چرا؟ چون من به خاطر این من به خاطر این میخوام شهرمون رو نجات بدیم، یعنی از مافیا کل پاک باشه. به نظر من لیلی خانم نیست، چون بهراد و امیرعلی هستند. این دوتا نظر من مافیای قطعی هستند، یعنی قطعی ترین مافیا اینا. محمد رضا لایک و دیسلایک نداره دفاعی. این نظر من بود. علم من بود. بله. بهراد بفرمید. 1 دقیقه. خب نگاه بازی اینجا جالب میشه. خیلی جالب میشه. از خانم لیلی دفاع میکنم. خانم لیلی من رای میده. کسره بازی که به جفتمون میزد میاد بالا، اینجا بازی از خانم لیلی کنار میکشه و من تک میزنه. این چی میشه؟ این باعث میشه که من هم به خانم لیلی بزنم هم به کسره بازی. فهمه فکر که پیش اومده و من خیلی عجیب و گنگ همچین بازی. از شما به نظر من باید بره بیرون. ممنون. مشکرم. مهدی فایر 1 دقیقه از خودتون دفاع کنید. بله. آقا من تمام تلاشم این هستش که بخوام بیام مافیا رو پیدا بکنم. بعد من چه مافیایی هستم که آقای بهرادم برفرض میاد به من رأی میده، بعد اونم میگی مافیاه. اگه بالاخره نمیشه که مافیا اینجا دوتاه، اون نمیاد به اون یکی در. شما الان آقای بهراد من نه بردید توی نظرسنجی. الان آقای بهراد اومدن برای مافیا بودنشون، بهشون رأی دادین. کسرا لایک و دیسلایک نداریم. الان وقتی همچین اتفاقی افتاده، شما اومدین باز گذاشتین سر سکوت من. آقای محمد رضا اومدن گفتن چون این ساکته اینجوریه. سری پیشم هم آقا من استراتژی بازیم به این شکل است، منتظرم بخوام یه چیزی پیدا کنم، یه چیزی بازی ارائه بدم. دقیقاً اشتباهی که سری سر سکوت من کردین و این دفعه نکنیم، بذاریم بازی درست پیش بره. دقیقاً خود شمایی که داری میگی من شهروندم میخوام به شهروندی کمک کنم، هر سری از این تریک داری استفاده میکنی. انقدر کسی شو نمیاد نقش خودش رو توی بازی بخواد اجرا بکنه. بسیار عالی. رأی گیری میکنیم. شما باید بگم که به هم حق رأی دارید و چون رأی گیری مهمیه، رأی خروجه، لطفاً تأخیری ندید، حواستون باشه. رأی گیری میکنیم برای کسرا. 1001، 1002، 1003 فریز باشید. 1, 2, 3, 4 رأی. کسرا 4 رأی. رأی گیری میکنیم برای بهراد. 1001، 1002، 1003 فریز باشید. 2 رای. رای گیری میکنیم برای مهدی فایر. 1001، 1002، 1003 2 رای. خداحافظی میکنیم با کسرا. کسرا کلام آخر، اگر وصیتی داری بگو. من واقعا اشتباه کردید، چون یک فرد
مهم شهروند و رو از دست دادی. واقعا متاسفم واسه این فکرایی که میکنم. معذرت میخوام، من میتونم چی بگم؟ نه ببند میکروفون. واقعا همین دیگه، واقعا متاسفم بخاطر اینکه فرد مهمی داخل شهروند رو از دست دادی. متشکرم. استراتژی بود. اگر دوست داری ادامه بازی رو تماشا بکنی، میکروفون و دوربین تو ببند و با ما همراه باش. خب با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گادفادر به من اعلام بکنه. رئیس مافیا بخوابه، سمپاش بیدارشه. خب سمپاشی میکنی؟ بخوابه، کاراگاه بیدارشه. استعلام یه نفر رو از من بگیره. بخوابه، تکتیر انداز بیداشه. تکتیر انداز شلیک میکنی؟ متوجه شدم. تکتیر انداز بخوابه. پزشک بیداشه. پزشک یک حق انتخاب. متوجه شدم. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رای میاره. کسی بیرون نرفته دیشب؟ دیشب نه، دیشب کسی از شهرتون خارج نشه. شبت بخیر بودتون. برو بخواب عزیز. خدا. از شهر شما یک نفر خارج شده، یک مافیا. صحبت میکنیم از وسط، از شماره 4 رو به بالا. بفرمایید. خب بسیار عالی که تونستیم یه دونه مافیا با هم دیگه بدیم بیرون، با کسایی که البته رأی دادن. بعد نگاه کنیم ببینیم چه کسایی رأی دادن. آه ببخشید چالش رو تعارف نکردم. کسی چالش میخواد؟ آقا محمد رضا شما برو، من بعد از شما صحبت میکنم. خب من الان دیگه شرف کنم تایید تکلیفش معلوم شده. دکتر قطعا مثبت یا یک الا دو تا مثبت داره. بعد از اون طرف از تارگت های شماره 1 میشه بهراد امیرعلی و خانم شماره 4 مثبت دید. من اینجا سوسو هم رو شماره 6 و 7 فقط دیگه، کس دیگه نمیمونه این وسط. مرسی. خانم لیدی بفرمایید. منم دقیقا همین نظر رو دارم، ولی بازم یه مقدار به آیدا بیشتر فکر میکنم. آیدا جان تو بازی خیلی ساکتی و الان بگی که زنت کیه. اگر واقعا به اون دو نفری که بعد از روز اول صحبت کردی الان در موردشون حرف بزن و نظر واقعی خودتو بگو. ولی بازم من میخوام صحبتها رو بشنوم ببینم که اجماع شهر چی میشه. منم با شهر همراه هم. مشکرم. شماره 5 آرش بفرمید. آقای بهراد بفرمید. نگاه باید موافق هم هر روزه در باره مهدی فایر و خانم آیدا، ولی لیلی خانم هم من داشتم تا اون فکتی که برش آوردم با کس را چیز بود، باز دوباره بند نمی کنم وقتم بره. خانم لیلی هم در کنارش دارم. بعد دارم خواهد بیشتر که نیشید ببریم، برای دوستم بازی جوری بشه که بتونیم به حال هم اول مافیا رو بندازیم بیرون که نیشید ببریم، یه بازی خیلی خوب و قوی بشه. ممنون. متشکرم. کسایی که به آی کسرا رأی دادن فکر میکنم خانم لیلی، محمد رضا، بهراد و امیرعلی بودن. آیدا خانم و مهدی فایر اینجا ها میمونن. حالا بر فرض مثال که من شهرم باشم، خب اگر بخوایم برگردیم قبلتر، اگر این 4 نفری که رأی دادن یک نفرشون بر فرض مثال که مافیا باشن، هیچ وقت نمیان تو این همه شهروند خودشون یه مافیا رو بکنن بیرون. احتمالش خیلی کمه. من آیدا خانوم رو باز میگم یه رأی بگیریم به دفاع بکنم.
متشکرم. شماره 6 خانم آیدا بفرمایید. خانم آیدا کسی چالش میخواد؟ ظاهرن آقای مهدی فایر و خانم لیلی شماره 7 بفرمایید و شماره 8 هم میخواست. بله مرسی. ببینید چیزی که داری راجع به من میگی یا راجع به کلا بازی الان داره مطرح میشه اون یه نفر شماره 7 بفرمایید من بعد شما. بله من دارم صحبت میکنم. اون آقای کسرا که انقدر داشتن ساکت پیش می‌رفتن واقعا من فکر نمی‌کردم مافیا باشن، چیزی هم ارائه نبودن توی حدسای بعدی مگر صحبتی می‌شد بودن، ولی واقعا همچین فکر رو نمی‌کردم. در جواب آقای شماره 5 آرش که گفت احتمال نمی‌ره رأی بده، وقتی که داری می‌بینی تعداد مافیا کمه و حد اکثر دارن بهشون رأی میدن، یارش دیگه به بیاد به این رأی بده که خودشو طبیعی بخواد جلوه کنه. اگر یارش توی اون بازی نمی‌دونن باز بین اینا رأی میده یا نمیاد اتفاق واسش نمی‌افتاد، میرفت بیرون، شاید استراتژیش بوده. ببندید میکروفونتون رو. وقتی میگم تایمتون تموم شد دیگه فقط جملتون رو جمع بکنید دیگه ادامه ندید. خانم آیدا بفرمایید. خب خانم شماره 4، اول اینکه آنها تارگت های من شماره 58 بودن و تغییری هم نکردن. اگر دقت کنین الان تنها کسی که داره به شماره 5 تارگت میزنه منم و ایشون هم قصد داره منو بندازه بیرون، پس این نشون از مافیای ما هم ایشونه، چون تنها کسی که داره به ایشون تارگت میزنه منم و هیچ کدوم از اعضای شهر با من موافقت نمیکنن که ایشونو بندازن بیرون، ولی ایشون داره تلاش میکنه که منو بندازه بیرون چون من تنها مخالفم. متشکرم. نفر بعد بفرمایید. بله چالش رو میدم به آقا امیرعلی بفرمایید. میاد؟ بله الان بله. خیلی خوب میتونیم یه کار جالب بکنیم. الان شک 3 نفر یا 4 نفر روی آقا مهدی و آیدا خانوم هن. ما آقا مهدی رو میدیم بیرون اگه مثبت شدن، آیدا خانوم رو میدیم اسناد بزنه. اسناد داره چیکار میکنه؟ اسناد تیر داره دیگه. بله اسناد تیر داره. خیلی خوب همین مرسی. بله منظورم این نیستش که آیا شب قبل زده یا نزده، منظورم اینه که این ابیلیتی رو اسنایپ داره. خب نفر بعد من الان دوباره میتونم چالش بدم به کسی؟ باید صحبت نه دیگه، یه بار چالش بده خودتون بتون. آقای بهراد دستشون آوردم بالا. خب دوستان من واقعا نمیدونم، دفاعی از خودم هم آنچنان ندارم، من فقط دارم تلاش هم میکنم که بازی یه ذره بچرخه بعد بیام مافیا رو شناسایی بکنم. نمیدونم واقعا یه ذره برام سخت شده، اما با توجه به صحبت‌هایی که خانم شیش دارن میکنن، نحوه بازی که دارن میکنن خیلی شبیه به مافیاه. حتی وقتی که من اعلام شد که مافیا از بازی هست شد، من دارم تصویر همه رو میبینم. خانم آیدا تنها کسی بودن که قیافشون خیلی تو هم بود و خیلی اصلا شو دارن بازی میکنن. اون از اولش که اومد به قطعی یکی رو زد، بعد سریع پشت اونا برداشته شد رفت سراغ یکی دیگه نشست. آدم نمیتونه که همش بیاد بچرخه که. من تمام تلاشم اینه که بازی بچرخه. الانم قطعیتم روی خانم آیدا بیشتره. خانم آیدا میرم بیرون تا بچرخیم ببینیم که سراغ کی میفته. متشکرم. بعدی دوستان چالش خانم شما چیار بفهم؟ ببینید میخوام در مورد مهدی صحبت بکنم. مهدی فایر زنت به من چی شد؟ الان 2-3 سری بلند میشی برمیگردی به من. بعد یه چیزی که خیلی جالبه، اصلا متوجه شدی توی رای گیری با وجودی که زنت من بودم به من رای ندادی؟ مگه میشه به من زن داشته باشی به من رای نداده باشی؟ بچه ها به حرف من گوش بدید، بین آیدا و مهدی فایر یه دونه حتما هست، بیاین مهدی فایر رو بدیم بیرون. اگر مهدی فایر رو بدیم بیرون من فکر میکنم شهر کلین شیت میبره. خب از دل شما هفته بین خانم شما شیش حداقل رو تارگتاش بایستاده. خب شما نه به کسی که رفته بیرون رای دادی نه راجبش حرف زده، ایشون حداقل رو تارگتاش هست، هنوزم هست. خب شما هم داری پخش بازی میکنی،
بعد یه چیز دیگه، احتمال این وجود داره که اسنایپر زده باشه و طرف بیرون نرفته باشه، خب همچین احتمالی وجود داره و به این هم توجه کنید، کسی که تک تارگتی بازی میکنه احتمال داره اسنایپر بازی باشه. مرسی، متشکرم. نفر بعد آقای امیرعلی از اول میاد. خیلی خب، چالش میدم ای رو بعد من توی میدم به مهدی این صحبت کنم. مهدی خیلی ممنونم. آقا راجب اون کسی آقای شماره نمیدونم چند بودن رفتن بیرون، آکسرا که رفت بیرون، من دیگه انقدر خنگم نیستم بخوام بیام راجبشون هیچی صحبت نکنم وقتی طرف میدونم برفرض یار من که مافیا بوده توی بازیه. من واقعا نسبت به بازی که دیدم شکی نداشتم رو دورای بعدی میافتادم. راجب صحبتی هم که خانم لیلا کردم ویدیوش مشهوده و هستش و میتونیم بعدم ببینید. من یه لحظه درگیر نوت برداری بودم، شما از دستم رفتید، بعدش که رفت دستم رو آوردم بالا، اما دیگه حساب نمیشد. میتونی فیلم رو ببینی الان من برم بیرون یا نرم، بعدم فیلم قابل مشاهده هستش. من هنوزم به شما شک دارم، ولی فعلا با توجه به رفتاری که دیدم روی خانم شماره 6 گذاشتم. بعدش هم در نظر بگیرید دیگه من در اون حدم که دیگه بالاخره موقعم کار میکنه، اونجا نیستم که بیام راجع به یارم هیچ حرفی نزنم. من بالاخره اولای بازی بهشون شکی نداشتم، گفتم بذارید یه ذره صحبت کنن، از حرفا بخوام بگیرم ازشون. مرسی. خب من شکم روی مهدی خیلی بیشتر میشه، چون که اینجا اومدن دیدن که رو آید خانم شک زیاده، گفت منم گفتش منم یکی بزنم بهش و اینم دقت کنی، من تازه اینجا به نوشتم دقت کردم، قبل اینکه کسرا بره بیرون، کسرا، مهدی و بهراد توی رای گیری بودم و هم کسرا هم مهدی داشتن بهراد رو میزدن میکوبیدن و لایکای کسرا هم خیلی زیاد بود، یعنی وقتی که مهدی داشت حرف میزد کسرا خیلی پشت از مهدی بازی میکرد. به نظرم همون مالا محمد رضا حرفت هم راست، شاید اسنایپ زده، ولی من همون نظریه دارم، مهدی رو میدیم میرون جمعه آخر آیدا خانم اسنایپ بزنیم. متشکرم. شماره 3 بهراد بفهمید. دوستان چالش زمانم دست کی بالا است؟ کسی بالا است نه؟ من بله بله برق بزنم. محمد رضا هستش، مهدی فایر هستش. محمد رضا بفهم. خب ببین، وقتی تارگت میاد رو شماره 7 از نفر 4 که بازی شروع شد میاد چالش میگیره، خب خودش دفاع میکنه، میگه من مافیا نیستم، آ ببینید من مافیا نیستم. بعد چی میشه؟ بعد دوباره میشه نوبتش، میگه من مافیا نیستم، این چه خانم شماره 6 مافیاست. ببین شما رو میدیم بیرون، اصلا شهر جلو دوست داریم شهروند بدیم بیرون، مشکلی نداریم که. ببین شما رو میدیم بیرون، نشد فردا شماره 6 رو میدیم بیرون، مشکل نداریم که. تاش با شماره 5 دست نمیده کسی از ما و همین سو. بهراد بفهم. خیلی خوب نگاه آمدی فایر، دو تا فکت زیبا واسد میگم. یک، اینکه راجب کسرا فکت بود، من فکتش رو بردم درباش حرف شد. اینکه خانم لیلی میدارن میتونست درباره این صحبت کنم، چرا میگه من درباره نمیستم صحبت کنم؟ دو، بریم ویدیو رو ببینیم. ای دیگه شما برو ویدیو رو ببین که من به شما رأی ندادم، من در طول بازی اصلا به شما رأی ندادم، این دروغ وارد بازی کردی که شما من به شما رأی دادم. این فکت مافیه شما. برو بیرون، استاپ خانم چیزو میزنه، آیدا رو میزنه، تایش هم ندیم میچی نشد، میریم سراغ خانم لیلی و پنجم دستم. من معارضه هستیم هم دیگه دستم، یا من هم میگردیم برانه برم. متشکرم. میریم برای رأی‌گیری دور اول. از شماره 2 شروع میکنیم رو به بالا. رأی‌گیری برای امیرعلی 1001 1002 1003 یک رأی. رأی‌گیری برای بهراد 1001 1002 1003 فریز باشید، یک رأی. مهدی فایر. رأی‌گیری برای خانم لیلی 1001 1002 1003 فریز باشید، مهدی فایر یک رأی داد. رأی‌گیری برای آقای آرش 1001 1002 1003 رأی نمیاره. رأی گیری برای خانم آیدا شماره 6 1001 1002 1003 فریز باشید، 1 2 3 رأی.
رای گیری برای مهدی فایر 1001 1002 1003 فریز باشید 1 2 3 4 رای. رای گیری واسه آقای محمد رضا 1001 1002 1003 1 رای. آرش بهش رای میده. خانم آیدا و آقای مهدی فایر از خودشون دفاع میکنن. اول خانم آیدا 1 دقیقه بفرمید. لایک و دیسلایک نداریم، لطفا رعایت کنید. من بازم میگم دارید اشتباه میکنین که دارید شهر رو خالی میکنین برای مافیا. من اگر نمیزدم و شهر رو میگشتم که بخوام کل شهر رو بندازم بیرون، ولی من دارم روی یه نفر تارگت میزنم. لطفا به این توجه کنین، کسی که مافیای کل شهر رو میگره و کل شهر رو میخواد کلین شاپ کنه، من فقط دارم روی یه نفر تارگت میزنم، چون که من فقط به یه نفر شک دارم، ولی هیچ کس با نظر من موافق نیستش که اون یه نفر رو بندازید بیرون. شاید طرف من درست باشه، اون مافیا باشه و شهر نجات پیدا کنه و شهر برنده باشه، ولی کلا شما دارین روی من نظر میدید که من مافیام، ولی دارید اشتباه میکنید و شهر را دارید برای مافیا خالی میکنید. متشکرم آقای فایر. آقای مهدی فایر گفتم تایید دادم، تایید نداریم. من نخواستم کلام خانم آیدا رو قطع کنم چون اینترنتشون هم ضعیف بود. لطفا دقت کنید. معذرت بخوام، ببخشید. احساساتی شدی. نوبت خودتونه، 1 دقیقه از خودتون دفاع کنید. دوستان الان داریم میگی من مافیام، باشه من مافیام، یار من مگر بازی نرفته بیرون؟ خانم شماره 6 مشکل نداره که برای چی میاد به من رأی میده؟ داره این هی سعیش تلاشش رو میکنه، تمام تمرکزش رو بذاره روی یه نفر که شما بهش بگین آقا این اینجوری نیستش. منظورم این بود که رأی ندادم، ببخشید اشتباه گفتم. میگم خانم شماره 6 برای چی نمیان رأی بدن آخه؟ اگه دارین همتون میگین یار منم رفته بیرون، خب همه رأی بدین، یه دفعه منم بازی بکنیم بیرون دیگه. هنوزم بینتون شک هستش. من یه دونه مافیا توی بازی موندم، باشه شما این خانم اصلا بفرستین بیرون بازی که به چرخه، یا اسنایپ تو منو بزنه یا تو همین نظرسنجی که دارین میکنین من میرم بیرون دیگه. این اشتباه نکنید، اشتباهی که سری پیش انجام اتفاق افتاد و الان دوباره تکرارش نکنید. این خانم همه رو ول کرد، یعنی داره به یه نفر میزنه، به منم رأی نمیده که همتون میگین مافیا هم منم. باش آقا من که میرم بیرون دیگه، من قراره برم بیرون، یا اسکایپتون بزنه یا تو نظرسنجی فرداتون این کارو بکنی، کاری هم دیگه از دست بر نمیاد. یه نفر مافیا من تو بازیام. خانم شماره 6 شو بدید بیرون، وقتتون تموم شد. وقتتون تموم شد، یه اصلاح هم بکنم، نظرسنجی نیست، رأی گیری. رأی گیری دور دوم. شما دوتا به هم حق رأی ندارید. رأی گیری میکنیم واسه خانم آیدا 1001 1002 1003 1 رأی. رأی گیری میکنیم واسه آقای مهدی فایر 1001 1002 1003 فریز باشید 1 2 3 4. خب آقای مهدی فایر، کلام آخر، شهر رو نتونستید قانع کنید، شما باید شهر ما رو ترک کنید. کلام آخر بفرمید. کلام آخر هم اینه که دیگه کلام آخر نمیمونه، یه اشتباه که نباید این اتفاق میفتاد، ولی نوش جونتون، من خودم هم به خودم رأی دادم. تبریک میگم، شهرتون کلین شیت برنده شد. دکتر کیه؟ به هر حال خیلی ممنون که تشریف آوردید. امیدوارم که تو بازی بعدی هم، بازی بعدی زود جفت و جور بشه و تو بازی بعدی ببینمتون، بازی بعدی هم جذاب باشه و زیبا. خیلی ممنون، شبتون بخیر. من یه خدافظی هم بکنم با بچه‌هایی که توی لایف بودن توی یوتیوب. خیلی ممنون از اینکه بازی رو تماشا کردید. اگر بازی رو دیدید و دوست دارید، میتونید شما هم پلیر باشید، شما هم میتونید به جمع ما ملحق بشید. فقط کافیه که یه پیام به من بدید و من توی گروه عدتون میکنم. خوش و خرم باشید، تا دیدار بعد، خدا نگهدار. بچه ها خدا حافظ. شبتون بخیر. خدا. شب همه دیوه. خدا حافظ. خدا حافظ. دوستان خسته نباشید. خسته نباشید.